بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز چهارشنبه 20 آبان ماه 1394 و برابر است با 11 ماه نوامبر سال 2015. به قول همشهری ما 11 11، این ماه نوامبر 11مش، دسامبر 12مش، اینا خوبه. وقتی که تاریخ رو می‌نویسی امکان اشتباه نیست، چون همونجوری که میدونید در اروپا و تو ایران هم اول روز رو مینوشتیم یا اول سال رو مینوشتیم بعد ماه رو بعد روز، از بزرگ به کوچیک یا از کوچیک به بزرگ. اینجا اول ماه رو مینویسه بعد روز رو مینویسه بعد سال رو مینویسه. خودشون هم خیلی وقتا اشتباه میکنن که این که نوشتیم حالا مثلا 9 10 نهم اکتبر بوده یا دهم سپتامبر بوده. در اصل دوست دارن خودشونو گیج نگه دارن، عیبی نداره. و اما اجازه بدید که امروز ویترنز دی هست، بهتون تبریک بگیم، یا اینجا میگن شاد باش، هپی هپی ویترنز دی، الان دیگه میگن ویت دی. این ویترنز افرادی که در قسمت‌های مختلف ارتش، نیرو دریایی، نیرو هوایی، اینها خدمت کردن، اونها رو میگن ویترنز. و یه روزی رو گذاشتن مثل امروز که ازشون قدردانی کنن. پرید رژه هست و مردم میرن تو خیابون و تشکر میکنن و اینها هم میان. بعضی هاشون با وجود که پیر هستن هنوز اون لباس های یونیفرم خودشون رو میپوشن و به این وسیله مردم ازشون قدردانی میکنن. ولی مشکل اینجاست که وقتی این بیچاره ها میرن آدم نمیدونه که خب اینی که حالا یا با عشق پول رفته یا با صحبتایی که بهش گفتن فکر کرده داره میره که وطنش رو مثلا آزاد کنه، وطنش رو نجات بده، یا بعضی هاشون حتی فکر کنن در راه خدا و دینشون دارن میرن و بعضی وقتا با اشکال برمیخوره. مثلا توی جنگ ویتنام اینهایی که رفته بودن و حتی کشته شده بودن، خانواده هاشون بیچاره ها جرأت نمی کردن بگن، چون مردم خیلی دید بدی داشتن اون موقع به این اوضاع و احوال جنگ. امیدواریم که یه روزی برسه که ضمن این که از اینها قدردانی می کنن که مرزها رو نگه داشتن، به اصطلاح صلح و آرامش رو در دنیا نگه داشتن، احتیاجی نباشه به این کشت و کشتارا و اینها، یا احتیاجی نباشه که یه بیچاره جوونی اگه میره خدمت میکنه بعد مورد شماتت قرار بگیره، یا خودش یا خانوادهش که ای بابا تو هم مثلا بر علیه آزادی خواهی بودی، بر علیه مردم آزاد بودی و الی آخر. امروز چون اینجا تعطیله، حقیقتش من بعضی وقتا میگم خب ما هم یه روز تعطیل کنیم و اینها، بعد میگم نه، همه دوستان ما که در آمریکا نیستن، یه عده اروپا هستن. خلاصه ما نه تعطیلی های اروپا رو داریم، نه تعطیلی های ایران رو داریم، نه تعطیلی های آمریکا رو داریم. نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. اینم از این ماجرا. و اما آقای آریان پور اون روز وقتی که ما آقای دکتر حسن ماسالی رو به عنوان مهمان داشتیم در برنامه و ایشون صحبت کردن، آقای آریان پور یک پیامی گذاشتن. اجازه بدید با هم این پیام رو بشنویم و شما هم میتونید نظراتتون رو به وسیله پیام، به وسیله ایمیل، به وسیله فیسبوک، یعنی اونی که بخواد انجام بده میتونه، اونی هم که نخواد زنگ میزنه. من وقتی گوشی رو برداشتم میگه آقا من 3 بار زنگ زدم به اون تلفن، نمیدونم پیام آمریکایی بود. وای میسادی پیام که تموم میشد شما فارسی صحبت میکرد. بریم صحبت آقای آریان پور رو بشنویم که درباره آقای حسن ماسالی صحبت کردن. این پیام رو برای آقای دکتر حسن ماسالی فرستادم، اگر مایل باشن پاسخ بدن. یک، دوستانی که روی فیسبوک برای اون ویدیو کامنت گذاشتید یا نظرتون رو گفتید، برای آقای ماسالی اونها رو هم ارسال کردم و ایشون به یکی دوتاش پاسخ داد. همون جایی که شما کامنت گذاشتید همونجا پاسخ ایشون رو براتون نوشتم. بشنویم صحبت‌های آقای تیمسار آریان پور رو. عصر شما بخیر، من هوشنگ آریان پور هستم.
مصاحبه شما رو با آقای دکتر گوش دادم، بسیار جالب و مناسب بود، بسیار آموزنده. من حدود 20 سال قبل با ایشون در مورد برنامه ریزی برای ایجاد ایران آینده خیلی و مفصل صحبت کردم و همه این حرف هایی که در مورد برنامه زدم من دقیقا 20 سال پیش با نوشته و مدرک خدمتشون دادم و ازشون خواستم که بیایند به اتفاق این برنامه رو برای ایران آینده تهیه کنیم. متاسفانه نمیدونم به چه دلیلی ایشون از این پیشنهاد من پشتیبانی نکردند و نخواستند که همکاری کنیم و الان تعجب میکنم پس از 20 سال و تلف کردن 20 سال از عمر گرانبهای خودشون و دیگران تازه به فکر برنامه ریزی افتادم. متشکرم. بسیار ممنون. من چون خانم ثقفی هم ایمیلی فرستاده بودن و اون آقای حسین کمپانی هکه جاوید ایران صحبتهایی کرده بودن، از آقای آریانپور دعوت کردم که هفته آینده مهمان برنامه ما باشن، به احتمال 99% چهارشنبه 18 نوامبر با ایشان خواهیم بود. ممنونم. خب بریم سراغ این نوشته هایی رو که ما گذاشتیم و شما دوستان هم مثل یک تهیه کننده با ما همکاری میکنید. میدونید که برنامه های تلویزیونی یه دونه تهیه کننده ارشد داره که معمولا اون خرجش رو میده، اون ایده و عقیدش رو داره، چندین تهیه کننده داره که اونها میان مثلا میگن خوبه که اینجوری شروع کنیم، این 2 دقیقه این باشه، 5 دقیقه اون باشه و از یه مجموعه به اصطلاح شما میتونید یه برنامه رو ببینید. این فیلمایی که میشینید 1 ساعت مثلا یک کمدین جوک میگه، همه این جوکا رو خودش ننوشته یا خودش یادش نیست، نویسنده هایی داره، 50 تا 60 تا نویسنده توی برنامه 1 ساعته مینویسن، اینا رو قبلش ریهرسال میکنن یا تمرین میکنن، مردمی که توی اون تمرین ها حاضر هستن با تشویقشون با کف زدنشون به اینا میگن کدوم جوک بهتره که اونها اون شب مثلا اون جوک رو برای شما تعریف کنن. و هم الان همین در رابطه با Veterans Day یکی از دوستان یک ایمیلی فرستاده، نوشته که everything is good و میدونید که هم ایران وضع جانبازا و نمیدونم اونهایی که شهید شدن خانوادهشون اینها خیلی به اصطلاح خوب نیست، هم در آمریکا اینجا که یه موزل بزرگی شده بود چند نفر از اینها اینقدر منتظر نوبت دکتر و بیمارستان و اینها شده بودن که مرده بودن. حالا این شرح حال یکی از همین وترن ها هست. میدونید که همیشه سربازهایی رو یه جایی به جا به نام مقبره سرباز ناشناس هست و روز چیز میرن روش گل میذارن و اینها. اینجا نوشته این مقبره سرباز ناشناس و میبینید که چقدر گل بارونش کردن. این ور نوشته که این سربازی که میشناسیمش و نوشته known soldier، بعد نوشته hello anyone homeless social suffering from PTSD، میگه social and suffering ببخشید suicidal، میگه که کسی صدای منو میشنوه، من در حالت خودکشی هستم و رنج میبرم از اون به اصطلاح افسردگی بعد از جنگ و اینها. میدونید خیلی اینها مثلا دوستانشون رو دیدن کشته شده تو ماشین یا وقتی داشته میمرده این بغلش کرده که مثلا برسونتش به یه جایی توی آغوش این، توی بغل این، روی زانوی این جونش رو از دست داده و اینها هر شب اون به اصطلاح صحنه در نظرشون میاد و خیلی از اینها میخوان خودشون رو به اصطلاح بکشن. توی آمریکا اگه اشتباه نکنم روزی
روزی دوستان 22 تا 23 نفر از اینایی که رفتن جنگ آمدن خودکشی میکنن و دولت هم هنوز نمیدونه که باید با اینها چه کار کنه. و اما اجازه بدید از دکتر افشارها تشکر کنم. ایشون هم برنامه آقای حسن ماسالی رو تماشا کردن و چون من قبلا هم یه شعری رو گفتم که میگن که از کرامات شیخ ما چه عجب، پنجه را باز کرد و گفت وجب. ببندیم این تلفن رو، پیام بذارید دوستان. ایشون این شعر رو برای ما کاملش رو فرستاد و حقیقتا یه جوری درباره برنامه آقای حسن ماسالی میگه که خب این دوستان میان چیزی رو میگن که ما میدونیم، ولی هیچ کدومشون تا حالا نیومدن بگن که چه باید کرد. یعنی به یک نوعی این دوستان هم ذکر مصیبت میکنن. همون سوالی که من کردم از آقای ماسالی، آقای ماسالی شماها جمع میشید میرید 10 تا 50 تا 20 تا 30 تا یه جایی کرایه میکنید و اونجا هتل و شام و نهار و دوستان رو میبینید، ولی خب دوباره میره تا سال دیگه. ایشون میگه که این شعر رو که میخونید که اسمش هست عجبن در عجب، درست شرح حال این اپوزیسیون ماست که میان مثلا میگن که مرغ نر را خروس میگویند، زن نو را عروس میگویند، نمد سبزوار از پشم است، زیر ابروی مردمان چشم است، آنچه در چشم میرود خواب است، آنچه در جوی میدود آب است، از کرامات و شیخ ما چه عجب، پنجه را باز کرد و گفت وجب، شیره را خورد و گفت شیر آن، از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است، یک کرامات دیگرم دارد، ابر را دید و گفت میبارد، در سمرقند گربه دم دارد، در بخارا الاغ سم دارد، دست دارای 5 انگشت است، متضاد جلو همان پشت است. احتمالا این بیت ها را قبلا جایی شنیده اید یا از قدیمی ها شنیده اید، اما بعید میدانم جایی خوانده باشید که این بیت ها به چه دردی میخورند. آیا فقط برای خنداندن ما سروده شده اند؟ با اندکی دقت در میابیم اشعار بالایی به بیان واقعیات میپردازند و از مسائل کاملا آشکار، بدیهی و واضح با ما سخن میگویند. به عبارت دیگر توضیح واضحات هند. اگر با خواندن آنها به خنده میافتیم، به این دلیل است که آن را کاملا واضح میدانیم و نیازی به تاکید بر آن نمیبینیم، چه برسد به این که خود را به زحمت بیندازیم و درباره آن شعر هم بگوییم. از همه مهمتر این که زبان ساده و قابل فهمی دارند. مطالعه درباره این نوع بیان ما را به این نکته هدایت می کند که برخی از شاعران قدیمی برای تمرین سادگویی و روانسرایی به سرودن این نوع اشعار روی می آوردند و به شکل تفننی آن را می سرودند. دوست عزیز که از ایریا کد 786 زنگ می زنید، لطف کنید پیام بذارید. ما الان مدت هاست که دیگه در عین برنامه تلفن پاسخ نمیدیم. دلیلش هم افرادی بودن که به مفتخوری عادت کرده بودن، مثل آقای نجاری، مثل آقا رضا، مثل آقای محمد تیرانداز و الی آخر. خب در آمریکا اینایی هم که یا نماینده مجلس هستن یا سناتور هستن یا میخوان نماینده بشن، امروز رو برای اونهایی که روی لیستشون هستن نامه مینویسن، ایمیل میفرستن که ویترنز دی رو میگه که به اصطلاح گرامی میداریم و باید از اینها نگهداری کنیم و قدر زحماتی که کشیدن، چون اینها رفتن با جونشون به اصطلاح اونجا سرمایه گذاشتن که ما امروز بتونیم آزاد باشیم. ولی در حقیقت میبینید که امروز دولت برنامه‌ای نداره که از اینها حمایت کنه. آقای برنی سندرز هم درباره مناظره دیشب که مال ریپابلیکن‌ها بود و اونایی که ته جدول بودن ساعت 7 شب، اونایی که بالای جدول بودن ساعت 9 شب مناظره کردن. حقیقتا این مناظره اینقدر مسخره شده که دیگه چیزی درباره آینده نمیگن، فقط اینی که اون میاد به اون میگه که تو گفتی نمیدونم من 14 سالم که بوده چاقوکش بودم، اون میگه تو گفتی اینجوری دیوار میسازم، دیوار رو چجوری میخوای بسازی و از این مسخره بازی ها. اینم از
خب بذارید ببینیم که اینجا برای شما چی گذاشتیم. بعضی وقتا من فقط لینک های صفحه ها را میزنم. آخ 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 آخ. از شیراز نازنین که دیروز گویا سیل آمده، بریم با هم ببینیم پیک ایران عکس های را انداخته از سیل در شیراز. نگفته نماند. وقتی هم که بنده در شیراز بودم، یادم اون موقع دو تا شماره تلفن داشتیم، یکی شماره تلفن های دو، یکی شماره تلفن های سه. دو این ور خیابون نادر بود، سه اون ور خیابون نادر بود. هر وقت بارون می اومد شما زنگ می زدی به یه خونه ای دیگه، اونها هم بلد بودن، می گفت بله 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 شما می خوای با آقای فلانی صحبت کنی؟ می گفتم بله. می گفت ببخشید بارون اومده اینجا، تلفن ها قاطی شده، گوشی خدمتتون باشه تا من برم بهشون بگم بیان اینجا باهاتون صحبت کنم. می گفتم شما کی هستی؟ می گفت من همسایه این ور خیابونم. تلفن ها هم حتی قاطی می شد. بعد توی شیراز دو تا رودخونه خشک بود که این رودخونه کارش این بود که به اصطلاح ایام زمستون و بارندگی و بعدش ایام بهار که برفا آب میشه، این آبها رو به اصطلاح هدایت کنه تا بره حالا جنوب شهر رو بره اون نمیدونم دریاچه چی بود و اینها به اونها بخوره. ولی با این ساختمون هایی که ساختن و گویا بیشترش هم بیرویه هست، مثلا شما میدونید به اینها میگن زیرگذر، اینجا اندرپاس اوورپاس میگن، این پلایی که زدن، بعد این ببینید الان با قایق دارن میرن جایی که باید ماشینا وای میساد، یعنی روزای دیگه اینجا ماشین میره و ببینید خودتون و قضاوت کنید. این خیابون ها هست، اینم باز خیابونه که قواسا آمدن و این احتمالا خیابون ساحلی هست. تا موقعی که من ایران بودم همچین چیزی ما به این صورت نداشتیم که کنار خیابون ساحلی اون رودخونه یه جاده برای ماشین باشه، ولی گویا اینو بعدن کشیدن و باران شدیدی که آمده اونجا در شیراز باعث سیل شده. خب میتونیم این رو هم هر چی دلون میخواد با خوندا فوش بدیم. ضمن اینکه در همین آمریکا همین پریروز یک جای ساختمون نو پارکینگش 13 تا ماشین رو بلعید رفت پایین. گفت دلیلش این بوده که یه لوله آب اون زیر بوده، این لوله مثل که خراب شده بوده، به جایی که آب از تو لوله بره آب از کنارش میرفته و تمام گلای اون قسمت رو شسته بوده و رفته بوده و اینا افتادن پایین. بله درست میگی، حکومتی که بلد نباشه، سررشته نداشته باشه، لیاقت نداشته باشه، کارهای خرابتر بیشتر انجام میده. اینو من با شما به اصطلاح هم عقیده هستم. و الا دیگه ژاپن با اون ژاپنی دیدید سیل اون طوفان آبی که اومد چی شد. حالا این خانم یا آقا هم توی این بارون و اینها عکس این به اصطلاح چتر رو گرفته. میدونید این روزا دیگه هر چیزی سمبل یه چیز شده، این چیزایی که رنگ این رنگی دارن شده سمبل افراد گی و لزبیان، یعنی همجنس گرایان. خب ممنون از دوستی که این رو فرستاده بود. بریم سراغ چیزای دیگه. بله این در رابطه با همین مناظره دیشب بود که طرف خونه خودش رو نتونست قسطش رو به موقع بده، آمده رفته کردیت کارت مجلس رو استفاده کرده، همین آقای روبیو، این اصلش از کوبا بوده و آمده اینها. حالا مریلت میگن خب شما که نتونستی بدهکاری های منزلت رو منیج کنی، منیج کردن، اداره کردن، کنترل کردن، سرپرستی کردن، چجوری میتونی بودجه آمریکا و اینها رو چی انجام بدی؟ درست مثل این مجریان تلویزیون عقب افتاده‌ای که میان میبینید یه تلویزیون نمیتونه بچرخونه ولی میخواد راجع به بودجه ایران، راجع به درآمد ایران، راجع به مخارج ایران صحبت کنه. امروز باز داشتم حرفای آقای ایرج مصداقی رو گوش میدادم، واقعا خجالت آوره که اینها اگر معنی خجالت رو میدونستن میرفتن توی خونه هاشون و دیگه بیرون نمیومدن. که نشسته این آقایی که ندونسته جوانی خودش چه کار کنه، ندونسته الان چه کار کنه، اصلا معلوم نیست شغلش چیه، تفسیر میکرد میگفت همه ما میدونیم که خامنه ای یه روزی میمیره و هیچ کس جاش نیست. آقا حالا اگه مرد میبینی همچین 6 نفر میان جاش، 10 نفر میان جاش بدونی که آب از آب تکون بخوره، برای که فعالین سیاسی ما
افراد نادانی مثل شماها هستند. و اما خبرنامه وبسایت آسمان دیلی نیوز هم لطف میکنن هر روز برای ما لینکشون رو میفرستن تا یادآوری بشه و ما هم به این وسیله که هم نشون میدیم که شما هم اگر نمیشناسید آشنا بشید ازشون تشکر میکنیم. اینجا نوشتن که آسمان دیلی نیوز شمخانی گفته که ترکیب هیئت نظارت بر برجام امشب مشخص میشود. فرانسه خواستار ضمانت آمریکا برای تجارت با ایران شد. کوموله از اعتراضات بر حق مردم آذربایجان دفاع میکند و حالا که اسم فرانسه آمد گویا روحانی قراره بره فرانسه و ایتالیا و طبق معمول مجاهدین پولهای زیادی اونجا خرج کردن تا تبلیغات و از این ماشینایی که کرایه میکنن روش عکسای بزرگ میزنن که به اصطلاح عکسای اعدام شده ها عکسای فلان. ولی سوال اینه که خب شما یه روز میان این کارو میکنین، دعوا هم میشه، درگیری هم میشه، میرید به اونایی هم که اومدن ملاقات این یا اومدن استقبال از این بکنن فوش و فحاشی میکنین، ولی آقای حسن داعی الاسلام که بعضی اصلا معنی فامیلی شما رو نمیدونن، آقای حسن داعی الاسلام، داعی یعنی کسی که دعوت میکنه، یعنی خانواده اینها دعوت میکنن به اسلام. حالا ایشون دایی رو نگه داشته، اسلامش رو به اصطلاح انداخته تو سطل آشغال. در هر صورت ببینیم که این ماجرا چی میشه. آیا با چند تا ماشین اجاره کردن و پلاکاردهای بزرگ چسبوندن و تو خیابونهای فرانسه و ایتالیا بوق زدن شما پیروز میشید؟ انجام بدید. و اما سعید عزیز کجا بودی سعید؟ قایبه تو نوشتم اینجا، نوشته که به Hello, picture and sounds very good. Bad, you don't look very relaxed. برای که امروز نه که تعطیلیه، کلن اون حالت و مود چیز رو آدم نداره روز کار. یعنی مثل موقعی که اینایی که هست میرن شب سر کار، نگاه میکنن به هر خونه، میبینن چراغش روشنه، میگن به به، نشستن با خانواده هاشون تلویزیون نگاه میکنن لذت میبرن، حسد میخورن. نگاه میکنه هر جا چراغ خاموشه میگه نگاه که خواب نازه، حالا من با برم سر کار. اون حالتو دارم. به غیر از این من امروز داشتم یه باکس جدیدی رو اینجا نصب میکردم، خوب شد که آمدی برات بگم. این باکس چیز نیست، به اصطلاح وایرلس نیست اینترنتش. حالا یا باید ما بریم یه دستگاه وایرلس بخریم بزنیم به این یا وایرش کنیم. من معتقدم چیزایی که در رابطه با استریمینگ هست، ویدیو هست، اینها اگه وایر باشه، همون کیبلای RJ45 اگه اینجا داشت باشم نشون تو میدم، میدونید دیگه، حالا چیزی نیست. بعد من گفتم که خب من توی این اتاقه اینترنت قوی دارم، راوتر دارم، مودم دارم، اینها چجوری این سیمو بکشم ببرم اونجایی که اونو میخوام. و یه 50 فوتی یعنی حدود 15 متر کیبل داشتم، آوردم کشیدم دیدم خیلی زشت میشه. حالا بالای این درا هر جا دره من هی بالاش اینها رو با میخی چیزی نگه دارم اینها. یه دفعه به فکرم رسید که خب ما بیایم از زیرزمینمون استفاده کنیم، این سیمو به جایی که توی اتاقای دیگه به چرخونیم ببریم زیر زمین، زیر اون اتاقه بیایم بالای زمین. و این کار کردم. یه مقداری وقتی رو نردبون میری بالای 50 که باشی، مخصوصا یکم هم توپل باشی مثل من، اون خستگی و ترس اون وقت اینجوری تو صورتت نشون میده. در صورت ممنونم که توجه میکنی و شما دلیل خوبی هستید که من بعضی وقتا به این دوستان میگم بابا وقتی میایین رو تلویزیون به مردم دروغ نگید، مردم از قیافتتون از قیافه شما، از صورت شما، از صدای شما میتونن بفهمن که شما دارید دروغ میگید، دارید راست میگید، ناراحت هستید، خوشحال هستید و الی آخر. پس بریم سراغ جان برنی، اینا رو نشون دادیم، اینم نشون دادیم، پیک ایران هم بهتون نشون دادم، خبرنامه وبسایت آسمان رو هم نشون دادم و برم اینجا که یه دوستی به نام آقای دولت شاهی برای من یک ویدیوی رو فرستادن که حدود 1 ساعته و در اون درباره اصلا اسمش به انگلیسی نوشته The Rise of Putin and the Fall of Russian Jewish Oligarch. نمیدونم این یعنی چی،
حالا توی راشا ما میدونستیم که دین و مذهب و اینها خیلی به اصطلاح قدرت ندارن، ولی مثل که از چند سال پیش اونها هم به اصطلاح تا اونجایی که تونستن قدرت کسب کردن، ولی حالا میگه که پوتین به اصطلاح داره دوباره این رایز، یعنی میاد بالا و به اصطلاح جلو اینها وای میسه. و اما بذارید آقای آریان پور، یکی از دوستان، برای من این رو فرستاده، گفت آقا اینایی که حسودی میکنن به آقای آریان پور، اینایی که نمیدونن این خانواده آریان پور چقدر از لحاظ سواد، از لحاظ خدمت در ایران کار کردن، خدمت کردن، الان توی کشورهای مختلف هم حتی اینجوری هست، این خاندان بیران و یا وندیان تبعیدی، هاشم بیگ به دستور نادرشاه در سال 1352 قمری برابر با 1118 شمسی، هاشم بیگ با ایل خود از لرستان به محله پشت مشهد کاشان تبعید گردید. هاشم بیگ دو پسر داشت. خلاصه این زندگی نامه رو اگه خواستید چندین صفحه است، من براتون میتونم بفرستم، 13 صفحه است، و اینجا خانواده آریان پورها رو میگه. حالا ما از خانم ثقفی خواهش کردیم که برن در رابطه با حسین کمپانی جاوید ایران، دروغگوی بزرگی که میگه من 15000 نفر روی ایمیل لیستم هست، میگم خب شما اگه 15000 نفر هست یه روز بگید که 5 تاتون بیان توی میدونی، اگه نیومدن بفهم که آقا هیچ کی به شما محل نمیذاره، اگرم آمدن چرا نشستید تا امروز که همتون الان شدید پیر و پاتون لب گور هست. در هر صورت این خانواده امیر عباس آریان پور، دکتر منوچهر آریان پور، همینجوری هر جا نگاه میکنی اینها خدمت کردن، اینها کتاب نوشتن، فرهنگنامه دارن و نمیدونم دیگه آدم چی بگه. میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. از اون دوستی هم که اینو لطف کرده برای من فرستاد ممنونم، آقای آریان پور قبلا هم اینها رو برای من فرستاده، ولی ما چه کنیم که اگه همه این چیزایی که همه دوستان میخواستن برای ما بفرستن ما میخواستیم نگه داریم، باید یه چیزی اندازه کتابخونه ملی آمریکا، نه ولی اندازه کتابخونه ملی شیراز نگه داریم. سیل شیراز رو بهتون نشون دادم، ممنونم از آقای علی، آقای شیرازی عزیز. و من اون روز در برنامه گفتم دوستان این کلمه سپاس، همه میگن این روزا سپاس سپاس، اصلا کسی خبر داره یعنی چی؟ چرا میگن سپاس؟ از چه سه تا چیزی ما باید پاس بداریم؟ و ممنونم که این دوستمون نوشته که سپاس کلمه ایست ایرانی و یادگار زرتشت که همواره میگفت سه چیز را پاس بدارید: پندار نیک پاس یک، گفتار نیک پاس دو، کردار نیک پاس سه. پاس یعنی پاس داشت و نگهداری کردن و پاسداری، و ایرانیان با گفتن سپاس به همدیگر یادآوری میکردند که این سه مورد مهم تکرار بشه و در خاطرشون بمونه. نوشته اگر دوست داشتید به دیگران هم منتقل کنید. چشم، من این کار رو انجام دادم. و اما این دوستمون خانم نزهت یحیی‌زاده که خدایش من نفهمیدم اینا کیان، چند نفرن، چی میخوان، دنبال چی میگردن، میخوان دوباره شازده رو شاه کنن، اون که به اینا محلم نمیذاره. و دوباره اینجا نوشتن که دو باجگیر از جهان، پسر کو ندارد نشان از پدر، وقاحت‌های غیر قابل محاسبه که خوشبختانه به سرعت قابل ارائه و درک میباشند. دیوید کامرون گفته اتحادیه اروپا باید تغییر کند، پذیرش تلویحی توافق اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ از سوی بنیامین نتانیاهو. ضمناً اگه اشتباه نکنم یا دیروز یا همین امروز آقای اوباما دوباره اون چیزی رو که از سال 79 سالیانه یه سال تمدید میشه از بین میره، مگر اینکه رئیس جمهور قبل از اینکه این باطل بشه دوباره بگه که اینو ادامه بدید، دوباره اون ضرورت به اصطلاح وضعیت اضطراری بین ایران و آمریکا رو ایشون چیز کرده و گفته که هنوز نمیشه به این نمیدونم برجام مرجام تفاهم اینها به اصطلاح اطمینان کرد، و این هم خبر
نسبتاً بدی بود. و اما 19 آبان یعنی دیروز باز پیکنت نوشته که دور تازه مذاکرات کوبا و آمریکا امروز در واشنگتن آغاز می شود. روزنامه آلمانی یوتگولد ترجمه پیکنت: مذاکرات برای دستیابی به توافقی میان آمریکا و کوبا برای از سرگیری روابط متقابل در عرصه‌های مختلف. میدونید که کوبا بعد از 50 و چند سال سفارتش رو اینجا باز کرد، آمریکا هم سفارتش رو اونجا باز کرد و به نظر میرسه که اون برادر فیدل کاسترو از خود فیدل کاسترو به اصطلاح عاقل‌تره و دید این همه دشمنی و اینکه آدم داره میفته تو چاه ولی دستش رو بزنه به کمرش فایده نداره، بعضی وقتا باید دستت رو از کمرت ورداری و خودت رو نجات بدی. این هم از این. و اما کوبا و یو اس ای، دیدید که من در برنامه نوشته‌های مختلفی رو میخونم، بعضی هاش رو ایراد میگیرم، مثلا میگم آخه این نوشته خیلی قشنگ خیلی زیباست ولی اصلا معلومه که بین دو تا آدم معمولی اتفاق نیفتاده. چیزی که این جادجودی حرفای قشنگی میزنه، بعضی وقتا میگه به نظرم درست نمیاد و چیزی هم که به نظر درست نیاد کلن درست نیست. اینجا حالا نوشتن شادروان دکتر حسابی، میدونی دکتر حسابی که از آدمای معروف ایران بود، فکر کنم اگه اشتباه نکنم کتابای کنکور، کلاسای کنکور اینها رو هم ایشون زحمت میکشید، مینوشته که یک روز از پدرم پرسیدم فرق بین عشق و ازدواج چیست. روز بعد او کتابی قدیمی آورد و من گفت، حالا شما همینجا وایسید، کدوم یک از شماها، کدوم یک از ما از پدرمون یه چیزی پرسیدیم؟ بعدش نمیگیم مثلا پدرم به من گفت فردا جوابت میدم. بعدش نمیگیم که چی شد، خب بابا ببخشید گفت که عید آمد و ما لختیم، هرچی به بابام گفتیم هی قندید و هی لندید، انگار به فلانش گفتیم. حالا اینم شادروان دکتر حسابی مثل این که به فلان باباش حرف زده، قنبل باباش حرف زده، هیچ، میگه که اصلا دیگه نمیگه چه اتفاق افتاد. خب بله این نوشته خیلی قشنگه ولی نوشته درست نیست، نوشتن این ماجرا درست نیست. خلاصه روز بعد او کتابی قدیمی آورد و به من گفت این برای توست. با تعجب گفتم اما این کتاب خیلی با ارزش است. مثلا من و شما باشیم بهش بگیم بابا ما دیروز یه سوالی از تو کردیم، ما چی شد، گوشت کر شده، فراموشی به دست داده؟ ولی اینا نه، اینجوری نیست دیگه. تو نوشته که میاد دروغ میگیم، غلو میکنیم، اینجوری میشه. روز بعد کتاب قدیمی آورد و من گفت این برای تو. با تعجب گفتم این کتاب خیلی با ارزش است. تشکر کردم و در حالی که خیلی ذوق داشتم تصمیم گرفتم کتاب را جایی دنج بگذارم تا سر فرصت بخوانم. چند روز بعد پدرم روزنامه ای را آورد، نگاهی به آن انداختم و به نظرم جالب آمد که پدرم گفت این روزنامه مال تو نیست، برای شخص دیگری است، ولی موقتا می توانی آن را داشته باشی. من هم با عجله شروع به خواندنش کردم که مبادا فرصت را از دست بدهم. در همین گیر و دار پدرم لبخندی زد و گفت حالا فهمیدی فرق عشق و ازدواج چیست؟ من اگر بودم میگفتم بابا من اصلا یادم رفته کی از تو سوال کردم. در عشق میکوشی تا تمام محبت و احساست را صرف شخصی کنی که شاید سهم تو نباشد، اما ازدواج کتاب با ارزشی است که به خیال اینکه همیشه فرصت خواندنش را داری به حال خود رهایش میکنی. شیرین ترین توت ها پای درخت میریزد، در حالی که ما برای چیدن توت های کال و نارس چشم به بالاترین شاخه ها دوخته ایم. خب دوست عزیز، اون توتی هم که میریخ رو زمین داشت کم کم له میشد، رو زمین هم که میریخ باهاش خاک بود، معلومه که طرف ترجیح میداد یکم کم شیرینی ترش از درخت بچینه تمیز باشه. اذیت نکنید، درست بنویسید. شومن تازه در برنامه پرگار بی بی سی توضیح مترجم: نه دموکراسی نقض نشد، این شاه بیت استدلالات مازیار رازی
تروتکسیست قدیمی و شومن تازه بی بی سی در نمایش رقتنگیز وی در پرگار بی بی سی با موضوع لنین است. رازی تروتسکیست در مقابل اصلی ترین اسپانسرهای ترور ارتجایی 500 سال اخیر از ترور دوران استعماری تا ترور اسلامی. برای من خیلی جالبه، اینو جهانگیر فرستاده که یه نفر میشینه یه برنامه تلویزیون رو نگاه میکنه، چند ساعت وقت میذاره، میشینه یه نامه مینویسه که به دیگران بگه این آقای بد بود یا این آقای خوب بود. آقا ولش کن برو یه کانال دیگه، یا اگه ازت پرسیدن بیا بگو. خب یک نشریه هست که احتمالاً اینترنتی هست، فکر کنم مال آقای حشمت الله تبرزدی هم باشه، احترام آزادی. به پیش اهل جهان محترم بود آن کس که داشت از دل و جان احترام آزادی. چهارشنبه 20 آبان نام و یاد دکتر حسین فاطمی شهید بزرگ جبهه ملی ایران گرامی با. این رو داشته باشید. ایشون گفته شخصیت کم نظیر و بزرگ تاریخ ایران دکتر مصدق در مورد دکتر حسین فاطمی این گونه اظهار نظر نموده: اگر ملی شدن نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده، باید از آن کسی که اول این پیشنهاد را کرد سپاسگزاری کرد، و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است که روزی در خانه جناب آقای نریمان پیشنهاد خود را داد و عده نمایندگان جبهه ملی حاضر در جلسه آن را به اتفاق آرا تصویب نمودند. رحمت الله علیه که در تمام مدت همکاری با این جانب در هر صورت اینو نوشته. بعد آقای آریانپور یه چیزی در رابطه با همین آقای حسین فاطمی نوشته، خیلی جالبه. بله خیلی خوب شد که این دوتا ردیف پشت سر هم. آقای آریانپور نوشته: دوستان و هموطنان گرامی، شکی نیست که دکتر فاطمی شخصیتی استثنایی و مبارز واقعی بوده است و برای خدمت به میهنش و بهبود وضع کشور قدم‌های مثبتی برداشت، ولی نباید فراموش نمود که پس از خروج شاه از ایران او برخلاف میل دکتر مصدق و دیگر یاران و همفکران جبهه ملی صحبت از تغییر رژیم شاهنشاهی را به میان آورد و همین مطالبی را که در مورد استقرار رژیم جمهوری بیان نمود، بزرگترین لطمه را به جبهه ملی و شخص دکتر مصدق وارد کرد. با توجه به این نکته که دکتر مصدق به اجرای صحیح و کامل مشروطه پادشاهی اعتقاد واقعی داشت، تقاضا دارم اگر برداشت من درست نیست با ذکر دلیل مرا آگاه سازید. به نظر من کاملا ایشون درست میگه. و اونایی که میان میگن که ما مثلا دنبال رو این آقا میخوایم باشیم، ولی برخلاف اون صحبت میکنن، باید یه جایی یا جدا بشن یا یه جوری تکلیفشون معلوم بشه. الان یک ویدیویی رو امروز براتون میذارم، بذارید من ببینم چند دقیقه هست، که گرچه امروز ما وقت زیاد داریم، یعنی چون آقای اجلالی برنامهش دوشنبه اشکال پیدا کرد، تکنیکال پرابلم، گفتم میخوای چهارشنبه، گفت نه برادر من، فکر کنم اون میدونست که امروز تعطیله، دیگه میذارم دوشنبه هفته آینده. اینم از این. و من اول فکر میکردم ساعت 4 آقای اجلالی هستن، ولی نه هیچ، یعنی آزاد هستیم میتونیم هر قد بخوایم. ولی بهتون بگم که این فیلمه چند دقیقه است، فیلم اعتراضی جلوی دنا به نام ای یارم و 16 دقیقه و 23 ثانیه است. همین که آقای نوریزاد درست میگن، محمد نوریزاد اونجا وایستاده، یه عده‌ای هم آمدن، بعد یه خانمی آمده از این خانمای تیتیش مامانی که میگه من نمیدونم زمان شاه کلفت فیلیپینی داشتم، اینا منو انداختن زندان. هرچی همه بهش میگن خانم فوش نده، میگه نه من فوش میدم. یکی دیگه نقل اسلحه حرف میزنه، آقای نوریزاد میگه آقا خانم جنبش ما جنبش دست به اسلحه نیست. اون میگه نه آقا
قانون از قانون حقوق بشر آخرش نوشته حالا تو اولاش اجرا کن. تام مثل من بی سواد پریدی فقط آخرش رو اولش خوندی که به مردم پوز بدی که من همه رو خوندم. تو اولاش اجرا کن، بعد اگه دنبال نوریزاد هستی مثل اینه که دنبال گاندی را افتاده باشی، گاندی گفته باشه بابا اگه سربازای انگلیسی زدن تو سرمون ما هیچ کاری نمی کنیم، بعد شما همون از توی منزل یه خنجر و دشنه با خودت آورده باشی. اشکال ما اینجاست آقای نوریزاد، شما با خودت تعارف داری. اگه میخوای رهبر باشی به مردم بگو ما رهبریم، اعتراض میکنیم، بیا وایسا تو خیابون و آدم جمع کن و نفر جمع کن و ببینیم چی میشه. اگه نیستی خب شما ببین کی اومده دنباله. یک کسی اومده دنبال این فیلم رو حتما ببینید، 16 دقیقه است، اسمش هم هست که ما همه حق اعتراض داریم. بیچاره همشون یه عده اینایی هستن که بچه‌هاشون کشته شدن، بچه‌هاشون شکنجه شدن، بچه‌هاشون در زندان هستن، ولی برنامه باید ببینید شما هدف چیه. این برنامه و هدف و وسیله با هم جور هست یا شما هم مثل اپوزیسیون فقط هدفهای بزرگ دارید ولی نه وسیله‌ای دارید نه برنامه‌ای. بله، یک دوستی این زندگی نامه آقای رضا شاه رو فرستاده بود، بعد گفتم ماشاءالله این شاه ها همشون 4 تا 5 تا زن و این همه بچه و اینها. ایشون نوشته بود که رضا شاه هم میخواسته با فتلی شاه و ناصرالدین شاه برابری کنه. و اما دوباره مردم عزادار یزد گل کاشتند، دست خود جزان شستم از برای آزاد. دوستان عزیز که در خارج نشستید، الان توی تهران توی شیراز سینه زنی که میکنن آهنگای همیرا و آهنگای هایده و اینها رو میذارن. این معنیش نیست که اونها میخوان بیان با شما حمایت کنن و نمیدونم. آقا اون برای خودش یه موزیکی درست کرده بره خوش بگذرونه. الان تو ایران دیروز من شنیدم نوشته آرایش مخصوص محرم. پرسیدیم آرایش مخصوص محرم چیه؟ گفتن یه جوری کمتر قرمز و ایناش میکنن که به اصطلاح پاسداران بهشون گیر ندن. و برید ببینید اونجا چه خبره، عکس‌ها رو نگاه کنید. نشینید اینجا توی یزد 10 نفر 100 نفر 1000 نفر 10000 نفر رفتن سینه زدن، شما توی واشنگتن و بوستون فکر کنید که بله پیروز شدید. پیروز شدید درست میگید؟ سوربی غلط میگه؟ خب پشت برو، پشت برو یزد، پشت برو شیراز، دروغ میگید. رضا شاه متولد 24 اسفند 1256 شمسی، نام مادر نوشافرین، از خانواده گرجی، نام پدر عباس قلی، سرهنگ ارتش. پس اون شعره که میگفتن داشت عباس قلی خان پسری، پسر بی هنر و بی پدری، برای این بوده یا واقعا من نمیدونم، چون من هیچ وقت اسم پدر رضا شاه رو نشنیده بودم ولی مادرش رو میدونستم که نوشافرینه. رضا شاه دارای 6 زن 7 پسر 4 دختر، 6 تا زن و 11 تا بچه، 7 تاش پسر 4 تاش دختر. زنان صفیه همدانی، مریم سوادکوهی، تاج الملوک آیراملو، مادر محمد رضا، توران امیر سلیمانی، عصمت دولتشاهی، فرزندان محمد رضا شمس، فرزندان محمد رضا شمس، خدیجه، اشرف، زهرا، علی رضا، غلام رضا، فاطمه، عبدالرضا، احمد رضا، محمود رضا، حمید رضا. او مای گاد، همدم السلطنه. ببینیم این دوستمون چی میگه. بفرمایید دوست عزیز. هلو. بفرمایید. یس. Is there White House? What? White House. Yes. Yeah, it is White House. Okay? Yeah, it is Washington White House. Come here, we see you soon. Bye-bye. حالا فهمیدید ما چرا تلفن جواب نمیدیم؟ یه مشت آدم روانی، دیوونه، بیکار. خب، I was not absent. I was listening to most of your program with people or Bluetooth. I cannot make live comments since I'm driving and it's not easy with phone to email when you start interviewing people. I cut it off.
So I won't take much time when interview is over, then I listen. من دیوان خیام را در دبیرستان بارها خواندم. یکی به من کادو داده بود ولی هیچ وقت این رباعی خیام را ندیدم. آیا فکر میکنی خیام هم شعرهاش رو توی فیسبوک پست میکنه؟ گویند اگر می بخوری عرش بلرزد، عرشی که به یک جام بلرزد به چه ارزد؟ در خانه ما زیر زمینی است که در آن یک خم بخوری خشتی از آن نیز نلرزد. خیام، من فکر نمی کنم این مال خیام باشه، ولی بله خیام شعراش روی اینترنت و به اصطلاح فضای مجازی هم هست. ممنونم. و خیام یکی از، یعنی میتونم بگم محبوب ترین شاعریه که من دوستش دارم، که شعرهایی که میگه نه از خدا ترسیده نه از شاه و سلطان ترسیده، هر چیزی که در مغزش بوده با زبانش بیان کرده. اینم از این. خب بریم سراغ شما، همینجوری حرف بزن روی خط، ما صداتو میشنویم، بفرمایید. خب شادروان رو خوندیم، شومن تازه در بی بی سی رو خوندیم، و اما ببینیم که دوستان و هموطنان گرامی، این را هم درباره دکتر فاطمه، دکتر حسین فاطمی خوندیم، فرزندان رضا شاه و اینها را هم گفتیم. و اما سایروس حبیب، این آقای سایروس حبیب اگه اشتباه نکنم یه ایرانیه که یک جوان نابینایی هست. ما یک کم هم وقتی که میخواست انتخاب بشه باهاش تماس گرفتیم، گفتیم که اگه خواستی آگهیات اینجا بذار، ما برات به اصطلاح پرموت میکنیم و فلان اینها. ولی طبق معمول ایرانی ها میدونی، اونی که پول نداره میگه آقا پول ندارم، اونی هم که پول داره میگه نه آقا من وضعم خوبه، احتیاج ندارم به آگهی شما. خلاصه اینم از آقای سیروس حبیب یا سایروس حبیب نوشته: I would like to invite you to a very special evening in support of my campaign for Lieutenant Governor, my friend and family campaign kickoff. بله دوباره انتخابات، هر وقت که انتخابات دارن ماها میشناسن، هر وقت که انتخابات گذشت با ایرانیا نمیخوان به اصطلاح را برن. و اما Dear Mr. Sorby, greeting from Madrid. I have been over here at Madrid since August. I'm waiting to renew my residency for 5 years, something like green card. من یکی از جایی که دوست دارم برم ببینم این اسپانیا، مادرید، بارسلون، اینها رو دوست دارم برم ببینم. و این عکسای زیبا رو هم این دوستمون فرستاده، ممنونم. میگه که Live your life and forget your age. میگه زندگیتون رو واقعا زندگی کنید و سنتون رو فراموش کنید. در صورت هم عکس ها زیباست، هم نوشته هاش، و هر روز کلی از این عکس ها و اینها میاد. مهم اینه که از خودمون سوال کنیم چقدر از اینها رو عمل میکنیم و چقدرش رو به اصطلاح به کار میبریم. خب مطالبات معلمان و پاسخ حکومت اسلامی، این رو هم من گفتم. شما فکر میکنید افرادی که تظاهراتی که میذارن طرفشون به اصطلاح دولته، همین دولتی که بهشون حقوق نداده، همین دولتی که اضافه کار بهشون نمیده، همین دولتی که بونس نمیده، همین دولتی که به اصطلاح به جایی که به اینا پول بده پول میده به لبنان و سوریه و حزب الله و اینور اونور، آیا فکر میکنید این اعتراضات، این مطالبات به جایی به اصطلاح می انجامه یا نه؟ این هم از این. و اما ماجرای شاپور بختیار و اینها رو ورود براتون گفتم، و یک سری نامه های ما جابجا شده، باید این رو پیدا کنم. بله میگه که آمده بودن اینها را به مقام انسانیت برسانم. میدونید که وقتی خمینی آمد گفت ما نه تنها نفت و برق، نفت و نمیدونم منزل و اجاره و اینها رو مجانی میکنیم، ما شما رو به مقام انسانیت میرسونیم. یعنی یه جوری به مردم گفت که شماها انسان نیستید یا نبودید تا حالا. بعد این دوستمون شهرام نوشته که احراز هویت حدود 100 محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر. خبرگزاری روی
هرانا هویت حدود 100 تن از محکومین به اعدام و قصاص که در بند دو زندان رجای شهر نگهداری می شوند از سوی هرانا احراز شده است. این محکومیت در اندرزگاه دو زندان رجای شهر موسوم به دارالقرآن نگهداری می شوند. لیست اسامی به همراه اتهام آنان به شرح زیر است و 100 نفر رو نوشته محمد امین قتل، حمید اسلامی قتل، یاسر ایمانی مسرور قتل، رشید اکبری سرقت مسلحانه، فرج علی براتی مشارکت در قتل، غلام حسین بغدادچی قتل، محمود بیات قتل، علی زندی قتل. خلاصه همه اینها رو نوشته. بعد نوشته آیا این انسانیتی بود که خمینی ازش صحبت میکرد؟ این هم از این ماجرا. اگر شما هم این لیست رو میخواین تا روز جمعه میتونید برای من ایمیل بزنید براتون بفرستم. بعد از اون دیگه برید روی چیز پیدا کنید. میدونید که الان محاکمه بابک زنجانی در ایران گویا برقرار هست و این آقا خیلی جالبه، اینقدر پارتی داره و پررو هست و اینها، گویا اونجام از کسی وحشت نداره و حتی گفته که مثلا من دوست ندارم ماشینمو زنگنه مثل مال نفته اون رانندگی کنه، یا گفته شما دیگه منو مجبور کردید بگم، همین الان من 200 میلیون یا 200 بیلیون یورو یه چیزی اینجوری نقد دارم. گفتم خب بگن اوکی، بشین اینجا بگونیم کجاست، پولا رو بگیرن و جرم و چی میگن، برای که خود اونها هم با اینها خوردن و بردن. یادتونی یه آدمی بود به نام شهرام امیری بود، کی بود؟ اونم آمده بود میگو آقا من به این حاج آقا اینقدر پول دادم، به این اینقدر پول دادم. بعد اونا گفتن نه، این آورده بود به صورت خمس و زکات داده بود دم منزل ما، بعدم حالا که ما فهمیدیم پول دزدی بوده و اینها، ما دادیم به مستضعفین، دیگه برای خودمون خرج نکردیم. گفت گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. خب ظهور ناگهانی یک عکس خبری با زیرنویسی مشکوک. والا من اینو خوندم، ولی اولا به غیر از اینکه خیلی طولانی بود نفهمیدم که هدف نویسنده چی بود. این عکسیه که گویا از منزل داریوش فروهر و همسرش گرفتن بعد از اون کشته شدن اینها، و مقاله خیلی طولانیه. باور کنید دوستان وقتی طولانی مینویسید اون خواننده دیگه اصلا علاقه و میلش از بین میره. این رو رادیو زمانه نوشته بوده، بعد نوشته گرامی باد یاد قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77، پیروز دوانی، حمید حاجیزاده، کارون حاجیزاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده. آقای مختاری هم یه مقاله میخواد بفرسته در رابطه با این حمله به لیبی و به لیبرتی و اینها، منتظرش هستم. قرار بود تا دوشنبه به اصطلاح تموم کنه که حتما مقاله طولانی شده. میدونید نوشتن مقاله خیلی مشکله، شما وقتی مینویسی بعد برمیگردی خودت میخونی میگی نه این زیاده، اینو خط میزنم، همه رو خط میزنی دوباره میشه هیچ، دوباره از نو شروع میکنی و الی آخر. در اصل منتظر ایشون هم هستیم. درباره لیبرتی و اینها امروز من یک مقاله رو از آقای محمد کرمی از فرانسه گذاشتم روی صفحه فیسبوک مردم تیوی، برید حتما ببینید. در رابطه با حسین ابریشمچی صحبت کرده که این حسین ابریشمچی کی بوده. میدونیم که برادر مهدی ابریشمچی بوده و میدونیم که یکی از رده های بالا بوده. حالا چرا رده بالا؟ گویا اوائل انقلاب اینها، حالا اینگا که یک قبیله ای رو رفته بودن غارت کرده بودن و این غنایم رو می نشستن با هم قسمت می کردن، در یک جلسه ای طبق گفته آقای کرمی میگه که آقای رجوی از این حسین چیز میگه که بیا بگو ببینیم طلبات چیه. من گفتم یعنی چی طلبات چی؟ بعد آره گفته که بله من فلان سال گرفتنم تو زندان بودم، بعد دو سال اونجا بودم، بعد اینا بر اساس طلبی که داره مثلا بهش میگن شما رئیس فلان سپاه ارتش آزادی خواه باش یا
اینو اون در صورت نمیدونم این کار مجاهدین انقدر خرابه که از هر طرفی که میریم اشکالای جدیدتر و بزرگتری پیدا میشه. کانون آوا مقاله‌ای رو آقای کرمی رو هم گذاشته و اون رو هم شما میتونید ببینید. این هم دیدار آقای نتانیاهو و اوباما که نوشته نتانیاهو انتظار داره که اوباما به اصطلاح وسائل و حمایت ارتشی بیشتری بهش بده. آقا همش ماجرا سر پوله. این آقای نتانیاهو خب دوستان یهودی و کلیمی میدونید از لحاظ مالی و اینها خیلی حسابگرن و همش سر پول میچرخه. اگر پول داشته باشی انسانها چقدر قشنگ ردیف شد سر پول اینجا رو بودیم ایمیل اید پول. اگر پول داشته باشی انسانها تو را خواهند شناخت و اگر پول نداشته باشی آن وقت تو انسانها را خواهی شناخت. افلاطون اینو گفته. اینا براتون اون روز خوندم. انسان که غرق میشود قطعا میمیرد. حالا چه غرق در به اصطلاح مقام و چه غرق در خوشی چه در قدرت چه در جل این دوستان خیلی قشنگ نیست. این هم براتون خوندم. باز میگم ما چون یه سری رو میخونیم بعد میریم نمیرسیم همه رو تموم کنیم دوباره بر میگردیم دفعه دیگه میریم یه سری از اون جدیدا اون پایین بوده. این هم از این. و اما شاک ویدیو، شاک یعنی آدم وقتی که واقعا یه چیز غیر منتظره میبینه یا میشنوه میگه که این ویدیو شاکینگ ویدیو بود که یه زنی فلسطینی با چاقو به یک مرد اسرائیلی حمله میکنه و گویا فکر میکرده که این یکی از مامورا هست و اینها. ویدیوش هم اینجا هست. حالا این زن و مرد چجوری چرا اینجا وایسته بودن صحبت میکنن که بعد اون دست کرده به قمه و به نمیدونم دشنه و با این در افتاده به قول معروف اون وقتا میگفتن الله اعلم، یعنی خدا میداند و بس ما نمیدانیم. و اما در ایام ماه محرم راجع به آرایش های محرمی صحبت کردم. اون روزم براتون گفتم ببخشید من اینو چیکارش کردم کجا رفتی چرا رفتی بعد ببخشید برش گردونم دوباره سر جاش. بله این عکس ها رو با هم ببینیم از محرم ایران امسال. این دوستمون اسمش رو گذاشته رعشه در مدرنیته. ببینید که اینجا جایی که این خانم های شیک پوش با اون حجاب اجباری مجبور میشن که به اصطلاح یه تضادی یا یک برخوردی داشته باشن، یعنی اون ور سلام بر حسین، این ور این خانم که لباساش خیلی هم پوشیده است ولی از نظر لابد آخونده و اینها مشکل داره، بعد این ور توی مراسم سینه‌زنی نشستن و قلیون کشیدن و اینها، این هم برای خودش جایی پیدا کرده. و از این طرف هم این عکس ها هم هر کدومش یه اندازه است. حالا ما که خودمون دست تنها هستیم هی باید اینو بیاریم این ور اون ور. حالا از این ورم این عکس ها یکیش بزرگه یکیش کوچیکه یکیش متوسط. بله این عکس خانم هایی که دارن سینه میزنن میبینید، این آقا داره زنجیر میزنه، این خانم ها دارن به سینه خود میزنن و این هم اوضاع و احوال محرم. این هم آرایش این دوتا مثل دوقلو هستن یا اینکه جراح پلاستیکشون یکی بوده. و این عکس مال قدیمه دوستان، این عکس رو من پارسالم نشون دادم. نوشته که حسین 27 ساله آرایشگر جوانی است، در مرکز تهران مشغول به کار است. او درباره ایام محرم و مشتری‌های خاص خود به شفاف میگوید. بله در صورت اینها را چون قدیمی دیگه ولش کنیم. ما زنجیر زن دیده بودیم ولی زنجیر زن زن ندیده بودیم. این هم گل پاشیده به خودش رو زنجیر میزنه و الی آخر. اینا هم میخوان چیزی کم نداشته باشن از آقایون. این هم نظری خورا که یه سری داریم مرده خورن یه سری داریم نظری خورن. و اما این خیلی قشنگه، قرآن یا دعا نهج البلاغه هرچی گذاشته روی سرش، دماغ پلاستیکی و الی آخر. این هم باز یا حسین مظلوم آرایشا موها چند طبقه و
این هم از اینو. بله، روزگار غریبی است نازنین. ساعت 3:01 است، ما میریم که آگهی پتریک رو ببینیم، پتروس، پاتریک ببینیم و برگردیم باز با شما باشیم تا دقایق دیگر. بعد هم اون فیلم 16 دقیقه‌ای رو براتون میذارم که از تظاهرات در ایران هست. میخوام ببینم نظر شما چیه، نظرتون رو بگید، پیام بذارید. در برنامه‌های آینده نظراتتون رو پخش میکنیم یا در این مورد صحبت خواهیم کرد. شما هم همینجوری که اینجا نوشته میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، یا شما میتونید برنامه‌های دلخواهتون رو از مجری دلخواهتون، از به اصطلاح تلویزیون دلخواهتون توی تلویزیون مردم پخش کنید با یه قیمت خیلی کم که فقط هزینه این اینترنت و اینها رو بتونیم ما پرداخت کنیم. این هم از این. و اما ببینم که آها، بریم آگهی رو ببینیم، برگردیم با هم برنامه رو پی میگیریم. مرسی. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052. خب دوستان عزیز، ممنون و متشکر که با ما بودید و هستید. با هم نگاهی میندازیم به روزنامه‌های امروز ایران، اون رو از روی پیشخون یا پیشخان روزنامه‌ها، پیشخان صفحه اول روزنامه‌های ایران، از اونجا براتون به اصطلاح میخونیم با هم و ببینیم چه خواهد شد. آرمان، این عکسش رو من درست کنم، تنظیم کنم براتون، الان میام خدمتتون. اینجا آرمان و کمرای 2. خب میبینید دیگه، نه درست فیت صفحه شد. بازی بانک ها در میدان سپرده ها. وزیر اطلاعات خبر داد دستگیری بیش از 40 عامل تروریستی در کشور. توضیح علوی درباره یک عکس. ورود شورای عالی امنیت ملی به بازداشت‌های اخیر. توضیحات ناجا درباره تجمعات ارومیه و تبریز. میدونید که در 2 روز گذشته در رضاییه ارومیه تبریز یه مقدار تظاهرات بوده که حتما در اون مورد صحبت میکنم. مجبورم کردید اعلام کنم همین الان 22 میلیارد درست گفتم اون موقع، این آقای سورپرایز زنجانی، بابرک زنجانی گفته مجبورم کردید اعلام کنم همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. ای خاک بر سرت. من امیدم این بود که هیچی پول نداشته باشم ولی زندانم نباشم. توی احمق بابرک زنجانی، حالا رفتی تو زندان، حالا میگی من پول دارم، ماشینم این، ماشینم اون. فروش هر خودرو در 2 ثانیه. ابای این نشته، ابای ناطق یا ابای ناطق از اصولگرایان. این ابا وقتایی که واسه میگه من ترسی ندارم، خوفی ندارم، واهمه ای ندارم، میگفت که من ابایی ندارم. دست نوشته ابای ناطق از اصولگران اصلاح طلبان متحد. آهان، یکی از دوستان من یه چیزی رو به اصطلاح برخورد داشته به نام بانک گردشگری. بعد این دوستمون میگفت که
با بابک گردشگری و اینها، گفتم نه بابا این نوشته بانک گردشگری، و گفتم این نشون میده که من و شما امروز اگه بریم ایران باید بریم دوباره زبانی رو که اونجا صحبت میکنن و اینها یاد بگیریم بخونیم. ما به خاطر این 30 سال 35 سال 25 سال از اونجا دور بودیم، ما توی زبان ایستا ثابت، اونها پویا بودن، اونها تغییر کردن. حالا خوب و بد شما کاری نداری که به طرف خوب رفتن یا به طرف بد. به طرف بد رفتن به نظر من که به کامپیوتر میگن رایانه، و برای اینکه ما بتونیم با اونها ارتباط برقرار کنیم باید زبانشون رو بفهمیم، حالا چه خوب چه بد. این هم روزنامه ابرار پنجشنبه 21 آبان، چون الان تو ایران شد پنجشنبه، نوشته بعضی کار فرهنگی در دانشگاه رهبر انقلاب گفته. این بابا این رهبر انقلاب نیست، من نمیفهمم چرا این احمقان نمیفهمن. رهبر انقلاب خمینی بود، مرد، تموم شد، رفت. اینو میتونید بگید نمیدونم ولی فقیه، میتونید بگید هر چی، ولی این رهبر انقلاب نیست. نوشته که رهبر انقلاب گفته بعضی کار فرهنگی در دانشگاه را با کنسرت و اردوی مختلط اشتباه گرفتند، از هویت‌های جعلی بابک زنجانی تا نام بردن از رضا زراب در دادگاه. رضا زراب فکر کنم پسر جوونه بود که اونم تو ترکیه خیلی مثل که پول خورده بود و برده بود اینها. خلاصه ببر ببر و بخور بخوره چی میشه همه اینا، یا آخرش میفتن زندان یا پولر یک کسی دیگه میاد ازش میزنه میبره. شما با خانم فرح پهلوی که صحبت کنی الان همه حسرتش و نگرانش اینی که اون پولایی رو که اینها از ایران دزدیدن و آوردن، که اگر یکی نیست بهش بگه اگه شما اومدید 2 ماه برای وکیشن و آمدید که به اصطلاح مرخصی استعلاجی بگیرید برای شاه، این همه جواهر و اینا رو برای چی با خودتون آورده بودید که دادید به اون هندیه و اونم خورد و بالاش آب کرد و حالا شما هنوز داری حسرت میخوری و سیگار میکشی. ابرار اقتصادی گفته شرایط غربی ها برای نفت ایران، ابتکار گفته اگر بصیرت نباشد در ابتکار نگفته، اینو رهبر انقلاب دوباره گفته، اگر بصیرت نباشد در لحظه نیاز وظیفه انجام نمی شود. درست همون شعر عجب اندر عجب از کرامات شیخ ما این از شیره را خورد و گفت شیرین است. و بازگشت به شیراز، گویا آقای مطهری رفته بود شیراز و اونجا هم صحبت کرده در دانشگاه، صندلی های داغ در مصلا و دانشگاه آماج بزرگترین توطئه هاست. خب ببندید آقا، راحت ببندید آقای سروش رو، دوباره برگردونید ایران، انقلاب فرهنگی دانشگاه رو ببندید. وقتی که این فیلم بهتون نشون میدم که اون خانمی میگه من رفتم زندان، زندان دانشگاه است، اینم میگه دانشگاه آماج بزرگترین توطئه هاست، خب ما یه ملت گوسپیچی هستیم. ببخشید اینو بهتون میگم. تأسیس بانک مشترک ایران و روسیه، سلامت سوسیس های وارداتی را تایید نمی کنیم، همواره مراقب باشیم اخلاق و معنویت در کنار علم قرار گیرد. نقدینگی 872 هزار میلیارد تومانی شد، من نمیفهمم اصلا این چیه. اجازه ورود کالاهای غیر استاندارد به تسهیلات خرید کالا را نمی دهیم. نقش آفرینی دانشگاه ها، به نظر من اینا رو همه یه نگاه یادم بندازه چون خیلی هاش تکراریه. و اما توضیح پلیس درباره اعتراضات خیابانی اخیر، اقدام دستگاه ها برای بازگرداندن اعتماد به آذری ها ادامه دارد. و آقای احمد خرم در گفتگو با بهار با اشاره افزایش فشار تندروها به دولت 11 گفته نباید روحانی را تنها گذاشت. و آقای مینویی داشت توی برنامهشون میگفت که فکر کنم روحانی رو به اصطلاح کله پا میکنن اینجوری که این خیلی داره. بعد به نظر من آقای مینویی ایشون هیچ کاری نمیکنه، ایشون اولا 20 سال در مقام هایی بوده که تمام این معضلاتی که امروز مردم ایران باهاش دست پنجه نرم میکنن، از نوکلیر پاور، از اون دانشجوها، اینا ایشون دست اندر کار بوده. یه مقدار سوابق ایشون رو بخونید و بعد هم الان این کارو میکنه که دولت قشنگ بگه آقا از حکومت، نمیدونم این دولت حکومت هم قاطیه، که مثلا جمهوری اسلامی بگه بفرمایید از ما ناراحتی، بذارید من اینو
وردارم اینجا بعد. بگی از ما ناراحتید بفرمایید. این آقای روحانی به عنوان نماینده شما داره برای ما مخالفت میکنه، ولی اینها با هم هستن و ما دیدیم حتی موقعی که مسئله جام زهر و اینا شد، خمینی برای بقای این رژیم جام زهر رو حاضر شد نوش جان کنه. و اما بیایم توی مردم تیوی ببینیم که اینجا چی گذاشته این سربی. دوستان اگر مردم تیوی فیسبوکش رو تا حالا ندیدید، خب چشم شما مبارک، چشمتون روشن، الان دیدید مردم تیوی میان رو فیسبوک، اون چیزی که شما میبینید با این چیزی که ما میبینیم فرق میکنه. مال شما مینسه لایک فالو نمیدونم از این چیزا مسیج، شاید من یه جایی مثل ویو از پیج ویزیتور، بله یادمون میره. حالا من مثل اینه که کلیک کردم باید اون چیزی که من میبینم مثل اون چیزی که باشه که شما میبینید، که الان داره همجور میچرخه و عمرمون رو تلف میکنه. در هر صورت بیاین لایک بزنید، بیاین دوست ما بشید، با ما باشید. منظور از دوست شدن این نیست که هرچی من میگم شما با ما موافق باشید. دوست این الگی کلمه یه که این استفاده کرده توی، بله اینم نمیاد، اینم رفت تو حالت کما. شما میتونید اینجا باشید، میتونید با ما مخالف باشید، میتونید صحبت کنید، نظرات خودتون رو داشته باشید. کاری که ما میکنیم اینجا میایم روزایی که برنامه داریم اگر بتونیم براتون مینویسیم که امروز برنامه سربی با مردمه. مثلا بارندگی در شیراز رو من حدود 4 ساعت قبل گذاشتم اینجا، یه مقداری خبرها زودتر. بله میگه که این پسرموی من از ایران نوشته که ایران روی هوا بود حالا روی آب هم رفت. بعض وقتها چیزای قشنگی می‌نویسه. حسین ابریشمچی چه کسی است؟ یا نوشته ای که براتون گفتم آقای محمد کرمی نوشته، بعد یه جاش وقتی میخونی واقعا مادم متاثر میشه، نوشته که دیگر شکنجگرت زنده نیست که یک روزی رو در رویش ازش بپرسی چرا. و واقعا ننگ و نفرین و خجالت بر اونهایی که به اصطلاح بذارید ببینیم این چرا رفت کما، آمدن به مردم قول دادن که ما میاییم و یک رژیمی میاریم، صلح و صفا و دوستی و اینها، دیگه از شکنجه درش خبری نیست دیگه فلان، و خودشون شدن شکنجه‌گر. تازه چی؟ صد رحمت به ساواک، ساواک اقلا با اونایی که مخالف بود شکنجه میداد، شما که خودی ها رو شکنجه میدی آقای ابریشمچی که حالا مردی یا تو جهنمی یا توی بهشت هستی. و اما من دفعه قبل راجع به تیمسار خاتمی صحبت کردم و ماجرای گوشت‌های یخ زده که از استرالیا تاریخ مصرفش گذشته بوده، اینها باطل شده بوده و اینها رو به عنوان کود خریده بودن ولی به عنوان گوشت به ماها فروختن. و برنامه چهارشنبه رو اگه دوشنبه رو اگه ندیدید، مهمان ما آقای دکتر حسن ماسالی بود و عنوان مصاحبهشون و کتابی که دارن مینویسن بحران جهانی و عوامل آن. این دوستمون خانم شایسته الهام نوشته آقای ماسالی برنامه آموزنده‌ای داشتند ولی دکتر مصدق از مردم خواسته بود که بیرون نیایند، آن هم به دلیل اینکه به حرفهای سفیر آمریکا اعتماد کرده بود. کتاب کودتا نوشته پرواند ابراهیمیان را لطفاً بخوانید. کسانی که روز 28 مرداد بیرون آمدند با مردم عادی و طرفداران مصدق فرق داشتند. بله من ممنونم از شما. این در پاسخ به اون حرفی که آقای دکتر ماسالی زد و گفت که اینایی که میگفتن یا مرگ یا مصدق، زنده باد مصدق، صبح میگفتن، فردا مثلا روز 25 مرداد میگفتن، روز 28 مرداد اینا چرا نیومدن؟ این دوستمون گفته که دلیلش این بوده که سفارت آمریکا، سفیر آمریکا گول دکتر مصدق زده بوده، بهش گفته بوده که نیاین اینجوری، و از اون برم دیدید که پول دادن به شعبون بیمخ و اینها. بله خانم نیه، آقای زاهدی نرب بگی شعبون بیمخ شما قبلا مسئول شهربانی بودی، بیا مردم رو آروم کن. رفتن از تو زندان چاقوکشا رو آوردن بهشون پول دادن، این چاقوکشا هم رفتن دوستاشون رو از توی شهر نو آوردن، فاحشه ها و نمیدونن زنهای تنفروش و اینها، و دیدی چه شد آن که شد. بنده که اون موقع 1332 هنوز 3 سال بودی که دنیا نیومده بودم.
و اما ماجراهای دکترهای قلابی در داخل و خارج از ایران، من مصاحبه داشتم جمعه با آقای مهیار مهرآفرین. بعضی از شما میپرسید که آیا ایشون میاد یا نه. والا من خبر ندارم، هر که آمد خوش آمد، هر کس نیامد از کفش رفته. و اما ببینیم که این دوستمون چی گفته. حالو 131، یه روز یه ترکه. بله، در رابطه با این که میگن یه روز یه ترک، یه روز یه لور، یه روز یه اصفهانی، یه روز یه رشتی، یه روز یه شیرازی، بعضی از دوستان میگن آقا این کار رو نکنید، چون این کار درست خواسته دیکتاتورها هست. و این هم از این دیگه. یادم نمیاد چیزی برای شما بگم یا نه. این فیلم اعتراض حق ماست، بریم با هم ببینیم و برنامه ها رو پی میگیریم. بازم از اینکه با ما بودید ممنون متشکرم. و سعید، خوشحالم که با وجود این محدودیت هایی که داری، بازم هر وقت وقت میکنی برای من روی فیسبوک لینک میفرسی، با ایمیل برام چیزایی رو که برات مهمه و میفرسی و توی برنامه هم شرکت میکنی، حتی به صورت خیلی کوتاه و مختصر. من باز هم به شما پیشنهاد میکنم که تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. اگر روی فیسبوک میایم میبینید چیزی رو شیر کنید با دوستانتون. روی بالاترین ما اکانت داریم، ولی اونجا اگر میایم نمیدونم بالاترین اجازه میده که به دیگرانم شیر کنید یا نه، خبر ندارم. به نظر من بالاترین از اون رونق خودش افتاده و الان دیگه بالاترین نیست. اینم از این. و مهمتر از همه چیز، حتما حمایت کنید، حمایت مالی. منتظر اون دوست، الان نوشت نوامبر 11 11 11، منتظر اون دوست شیرازیمون هم خواهیم بود. امیدواریم نره باز تا دو سال دیگه زنگ بزنه بگه صدای منو میشناسید یا نه. از اینکه وقت خودتون، عمر خودتون رو با تلویزیون مردم صرف کردید ممنون و متشکرم. بریم با هم برنامه ها رو پی بگیریم. ولی قبل از هر برنامه دیگه‌ای که تا حالا دیدیم، برنامه این فیلم اعتراضی حق ماست. و من ازتون خواهش میکنم اگه این فیلم رو دیدید، شما نظرتون رو به من بگید. آیا حرکت‌های اینجوری 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر کنار خیابون به جای میرسه، یا اینها با بیان وسط خیابون ترافیک رو منحل کنن، بشینن تو خیابون بعد به حرف رهبرشون گوش بدن. خانم شما میخوای لختم بیای بیرون، بیا بیرون، ولی داخل اینا نیا، برو اون ور. من امروز بدون رو سری اومدم، خب باریکله بفهم، دو تا دستم برات زدم، کارمون خیلی خرابه. مرسی.